روز شنبه اداره مقابر جمعی مؤسسه شهدا از آغاز عملیات بازگشایی گور دست جمعی جدیدی در منطقه حیسعد تلفر خبر داد. این گور دست جمعی که در جریان ساخت یک مدرسه در استان نینوا کشف شده است به دوره تسلط گروه تروریست های سنی های تندروی داعش در سال 2014 باز می گردد. این گور دست جمعی همچون دیگر مقابر کشف شده در تلفر بقایای قربانیانی را در خود جای داده که توسط گروه سنی های تندروی داعش به شهادت رسیدند. هرچند تعداد دقیق اجساد هنوز اعلام نشده اما کارشناسان پزشکی قانونی در بغداد با انجام آزمایش لازم به شناسایی تعداد جنسیت و سن قربانیان خواهند پرداخت. در همین راستا عملیات در گور دست جمعی الوت انتر نیز که یکی از بزرگترین مقابر جمعی عراق است از سر گرفته شد تا کنون بقایای 159 نفر از این گوره دست جمعی استخراج شده و این روند همچنان ادامه دارد این تلاش ها بخشی از فعالیت های گسترده برای تحقق عدالت شناسایی هویت قربانیان و تسلیم اجساد به خانواده هایشان از طریق آزمایش دی این ای است این اقدامات نمادی از تلاش برای التیام التیام زخم‌های بازماندگان این جنایات وحشیانه محسوب می‌شود.